ما موقعی که انقلاب کردیم مردم مالزی بخششون رو درخت زندگی میکردن، یعنی از یک زندگی بدوی سنتی برخوردار بودن و یک اقتصاد بسیار بسیار ضعیف. ولی امروز یه جوان مالزیایی بر اثر سیاست‌های بخردانه‌ای که در واقع معماران اقتصادی اون جامعه داشتن رسیدن به یک زندگی، یعنی یه جوان مالزیایی که الان از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، ماشین شیک داره یا آپارتمان شیک داره، خیلی به راحتی تشکیل خانواده داده و یک زندگی نسبتاً مرفهی برخورداره. خب یه جوان ایرانی وقتی یه سفر میکنه به شرق آسیا و اینو مقایسه میکنه با خودش که فرض بفرمایید 20 سال درس خونده در یه دانشگاه درجه یک ولی امروز بیکاره، یا امروز در واقع بازار اشتغال دچار مشکل یا نرخ تورم، شما نگاه کنید ما الان 40 ساله تو این اقتصاد نرخ تورم دو رقمی است و 5 سال اخیر در واقع متوسطش بالای 40 درصده. خب وقتی این نرخ تورم توده های فقیر رو فقیرتر میکنه و اغنیا رو غنی، در ایران یک طبقه نوکیسه به وجود اومده در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی. این طبقه نوکیسه به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده که ما اینها رو میتونیم در محله فرمانیه تهران، کامرانیه تهران، نیاوران، زعفرانیه مشاهده کنیم. اینها نشأت از کار و تلاش و کوشش و تولید به این ثروت نرسیدن، بلکه نشأت از رانت، واسطه‌گری، دلالی و رابطه. بعضی از این عقب مانده‌های ذهنی میگن تحریم نعمت. چه نعمتی؟ من پول به اجنبی بیشتر بدم این نعمته؟ این مزیته؟ ما دوچار یک جهل شدیم و این جهل رو نگاه کن، یه موقع طرف تو خونش برای خونه خودش تصمیم میگیری مهم نیست، ولی وقتی میاد برای یک کشور اصار تصمیم میگیره میتونه تبعات داشته باشه. من دلم میسوزه ما موقعی که انقلاب کردیم. شما برید این امارات عربی متحده در شاخصهای اقتصادی چگونه بود؟ الان شما وزیر اقتصاد امارات یه هاروارد دیده است. ما قدگرد کردیم. شما پتروشیمی مدرسه میشناسم، اصلا تعجب میکنم هلدینگ بزرگ پتروشیمی رو به کسی دادیم که مدرسه روشون یه خونه رو خونه خودشو نمیتونه اداره کنه، یه دبستان ابتدایی رو نمیتونه اداره کنه.